در این درس به آموزش عباراتی میپردازیم که شما هنگام خرید با آنها نیاز دارید. چه در حال خریداری در یک بازار محلی باشید یا فروشگاه های بزرگ در مراکز شهر و سوپرمارکت ها، یادگیری این عبارات شما را قادر می سازد تا به صورت مؤثر با فروشندگان ارتباط برقرار کرده از آنها کمک بخواهید. در پایان این درس یاد می گیرید که چگونه و با اعتماد به نفس کامل در هنگام خرید با فروشندگان در مورد نیازها و علایقتان صحبت کنید. اگر علاقه مند یادگیری این عبارات مهم هستید، ویدیو را تا آخر ببینید. سلام، شگوفه شریفی هستم، به چنل ایزی لرنینگ خوش آمدید. ابتدا با عباراتی شروع می کنیم که هنگام ورود به فروشگاه استفاده می شن. دوست عزیز، قبل از اینکه وارد یک دکان یا مغازه شوید برای خرید، اگر مطمئن نیستید که از دری که وارد میشین در ورودی دکان است یا نه، با این سوال میتونین مشکلتان را حل کنین. Is this the entrance to the store? Is this the entrance to the store? وقتی که وارد یک دکان میشین، ممکن است با یکی از این دو سوال از جانب فروشنده روبرو شید. سوال اول: Hello, how may I help? Hello, how may I help? ممکنه دکاندار از شما بپرسه که چگونه میتونم به شما کمک کنم. سلام، چگونه میتونم به شما کمک کنم. Hello, how may I help? یا ممکنه از شما بپرسه که Good morning یا Good afternoon یا Good evening. Is there something specific you're looking for? Good morning, Good afternoon, Good evening. Is there something specific you're looking for? میگه صبح، ظهر یا عصر بخیر، آیا دنبال چیزی خاصی هستید یا آیا چیزی خاصی وجود دارد که دنبال آن میگردید؟ حالا میریم سراغ او عباراتی که برای درخواست کمک و راهنمایی استفاده میشه. فکر کنید که شما داخل یک سوپرمارکت کلان برای خرید میرین و با بخش های مختلف این سوپرمارکت آشنا نیستین، یعنی چیزی را که میخواهید نمیتونید پیدا کنید. مثلا دنبال میوه های خشک میگردین ولی پیداش نمیتونید. در این صورت میتونین از یکی از این جملات برای حل مشکل استفاده کنید. جمله اول: Excuse me, could you please help me find the dried fruits? Excuse me, could you please help me find the dried fruits? میگه ببخشید، میتونید به من کمک کنید میوه های خشک را پیدا کنم؟ شما به دنبال dried fruit یا میوه های خشک میگردید و میتونید با این جمله مقصدتان را بیان کنید. Where can I find dried fruits? Where can I find dried fruits? این جمله هم معنی همان جمله اول رو میده، ولی استرکچرش کمی تفاوت داره با جمله اول، ولی مقصدش همان است که در جمله اول گفتیم، یعنی از کجا میتونم میوه خشک را پیدا کنم، و کمی هم انفورمال تر یا غیر رسمی تر است. Can you assist me with something please? Can you assist me with something please? اگه میخواین کسی شما را با چیزی کمک کنه، در این صورت میتونین این جمله را استفاده کنین. و این جمله به این معناست که آیا میتونید در مورد یافتن چیزی کمکم کنید؟ که آیا میتونید در مورد چیزی کمکم کنید لطفاً؟ I'm looking for the cereal aisle. I'm looking for the cereal aisle. یعنی من به دنبال راهرو یا بخش حبوبات و غلجات هستم. یعنی من به دنبال بخش غلجات میگردم، میتونین شما کمکم کنین. I'm looking for the cereal aisle به معنی ای که من به دنبال بخش حبوبات یا غلجات هستم. Could you point me in the right direction? Could you point me in the right direction? آیا میتونین مسیر درست را به من نشان بتن؟ Do you have a section for electronics? Do you have a section for electronics? میگه که آیا بخشی برای وسایل الکترونیک دارید؟ اگر تا اینجا درس برایتان مفید بود، لطفاً ویدیو را لایک کنید تا افراد بیشتری از آن استفاده کنند. و حالا به عباراتی میپردازیم که برای ابراز علایق و پرسیدن قیمت ها استفاده میشن. مثلا I'm interested in the shirt. How much does it cost? I'm interested in the shirt. How much does it cost?
میگه ما از این پیراهن خوشم آمده، قیمتش چند است؟ Can you tell me the price of these shoes? Can you tell me the price of these shoes? آیا میتونید قیمت این کفش ها را برایم بگویید؟ Is there a discount available on this necklace? Is there a discount available on this necklace? آیا این گردنبند تخفیف دارد؟ Discount به معنای تخفیف. What is the price range for handbags? What is the price range for handbag? میگه که قیمت ای بگ یا کیف های دستی از چند تا چند است؟ Price range به معنای محدوده قیمت ها، یعنی که قیمت یک شی یا یک مال از چند تا چند است. Price range. Handbag هم به معنای بیکای دستی. How much are these books? How much are these books? ای کتاب ها قیمتش چند است؟ به خاطر حمایت از ما لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید. برای پرسیدن توضیحات و وضاحت در مورد محصولی که خرید می کنید، می توانید از این عبارات استفاده کنید. Do you have these shoes in a different size or color? Do you have these shoes in a different size or color? میگه که آیا از این کفش ها در رنگ ها و اندازه های متفاوت دارید؟ یعنی که اندازه های متفاوت و رنگ های متفاوت این کفش ها رو شما دارین؟ Can I try this jacket on, please? Can I try this jacket on, please? میگه که آیا میتونم این جاکت رو امتحان کنم؟ Try on به معنی امتحان کردن است. Is this product suitable for sensitive skin? Is this product suitable for sensitive skin? آیا این محصول برای پوستای حساس مناسب هست؟ Product به معنای محصول و sensitive skin به معنای پوستهای حساس. Are there any warranties or guarantees on this appliance? Are there any warranties or guarantees on this appliance? آیا این دستگاه ضمانت یا وارنتی دارد؟ برای یادگیری عبارات کاربردی انگلیسی در بیمارستان یا شفاخانه، ویدیویی که لینکش را در بالا و در بخش دسکریپشن میگذارم حتما ببین. Can I return or exchange this if it doesn't fit? Can I return exchange this if it doesn't fit? اگر اندازه مناسب نبود، آیا میتونم این را برگردانم یا تبدیل کنم؟ Return به معنای برگرداندن، برگرداندن محصول و exchange به معنای تبدیل کردن محصول. Is there a refund policy? Is there a refund policy? آیا پالیسی بازپرداخت وجود داره؟ ای به این معنی است که آیا میتونم پول خود را پس بگیرم؟ Do you accept credit cards or cash only? Do you accept credit cards or cash only? یعنی که آیا تنها پول نقد قبول میکنن یا کریدیت کارت هم قبول میشن؟ Are there any additional charges? Are there any additional charges? آیا هزینه های اضافی دیگه هم وجود دارد؟ Additional charges به معنای هزینه های اضافی. Can I speak to manager, please? Can I speak to manager, please? آیا میتونم با مدیر صحبت کنم، لطفاً؟ فراموش نکنید که تمرین کلید یادگیری این عبارات است. برای یادگیری بهترین عبارات، آنها را با دوستانتان تمرین کنید. در درس بعدی ما به آموزش عباراتی که در فروشگاه های مواد غذایی استفاده میشن میپردازیم. پس اگر میخواین این درس را از دست ندهید، حتما کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال کنید تا از نشران با خبر شید. تشکر که تا آخرین درس با ما بودید. خدا نگهدارتان.